مرگ در ذهن خیلی از مردم یک حقیقت مبهم است. اما مرگ به همه می رسد. هر جایی که باشید مرگ به شما ملحق می شود. حتی اگر برجهایی بلند شما را در بر گرفته باشد. کدام عمری بلند شد و مرگ کوتاهش نکرد؟ کدام مالی زیاد شد و مرگ آن را کم نکرد؟ کدام جمعی عظیم شد و مرگ کوچکش نکرد؟ چه بسیار ملکی که بزرگ و محکم شد و با این حال مرگ از آن غافل نشد. اگر مسلمانی بر بالین مردهی حاضر شود، سنن و احکامی را که باید رایت کند چیست؟ نشانه های مرگ چیست؟ چگونه بفهمیم که شخصی مرده است؟ اگر پزشک و متخصصی نبود، چطور بدانیم که روحش به سوی آفریدگارش رفته است؟ چه سنت‌هایی هایی هستند که برای مرده در دقایق اولیه مرگ و بعد از خارج شدن روح از جسم باید انجام دهیم. نبی اکرم صلی الله و علیه و آله و سلم چطور با مردگان در حال مرگشان رفتار می کردند؟ اهل علم ذکر کردند که نشانه هایی بر میت نمایان می شود که هزار می فهمند که اون مرده است و روحش خارج شده است. یکی از آنها گود شدن گیجگاهه. گیجگاه بین چشم و گوشه. اگر دقت می میبینید که کمی گود شده و دیگری سوس شدن کف دسته انگار که کف دست و مچ دست فقط با یک پوست به هم وصل شدهاند کاملا سوس میشن و دیگری رفتن سیاهی چشم مخصوصا برای آدمهای بالغ به همین دلیل که در اکثر اوقات پزشک چشم رو باز میکنه و نگاه میکنه اگر سیاهی چشم شروع به رفتن کرد بدان که روحش به درگاه آفریدگارش رفته است. و مورد دیگر سستی پاهایش هستش. زیرا که پاها رو حرارت جسد نگه می دارد. و اگر جسد سرد بشود و روح خارج شود پاها سست می شن. اما غیر از این نشانه ها نشانه های معروف دیگه مثل نفس نکشیدن و ایست قلبی و غیر هستش. اگر شخصی پیش میت حاضر شد و ملاحظه کرد که او در حال مرکز، باید شهادتین را به او القا کند و به این اشاره کردی. به مرده هاتون تلقین کنید که بگوین لا اله الا الله در این مکان نباید کسی برای خودش دعا کند بلکه باید برای مرده دعا کرد و اینکه گمانش را نسبت به خداوند عزوجل نیک کند همانطور که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی نمیرد مگر با داشتن گمان نیک به خداوند متعال علیه الصلاه و سلام فرمود کسی که بالای سر مرده ای می رود، برای میت فقط دعای خیر کند زیرا که ملائکه در آن هنگام دعایش را مستجاب خواهند کرد اگر روح میت به سوی آفریدگارش رفت سنت هایی هستند که باید دنبال کرد اولین آنها این است که نگه داشتن این جنازه بین مردم نباید زیاد طول بکشه این اصلا خوب نیستش نباید جنازه مسلمان بین خانوادش بمونه بلکه تا میتونن باید در دفنش عجله بکنن برای همین نبی صلی الله علیه و آله و سلم اصحابش را که فوت میکردند بدون صرف وقت در مدت زمان کوتاهی دفن میکردند یعنی برای دفنشان علیه الصلاه و سلام عجله میکردند زیرا که یکی از راه های اکرام به میه سرعت کفن و دفنشه مگر آنکه بعضی از مردم یک شرایط خاصی داشته باشند مثل منتظر مسافری باشن منتظر وقت نماز باشن زیرا قبل از اون مردم جمع نمیشن و امثال آن اگر احتیاج به صبر بود جایزه که ذره تاخیر بندازن یا اینکه در بعضی مواقع تحقیقات و آزمایش بر روی جسد باید انجام بشه و امثال آنها اینها حکمای خاصی دارند و در کمتر مواقعی پیش می آگن. اما من عموما می گویم که باید تا حد ممکن به سرعت میت را آماده کنند بشورند و کفنش کنند سنت است که قبل از اینکه میت دفن بشود یعنی واجب است که قبل از اینکه میت دفن شود او را بشویند مردها مردها را میشویند و زنها زنها را مرد جایز است که همسرش را بشوید و زن هم جایز است که شوهرش را بشوید اگر مردی در آن هنگام نبود اگر میت در سفر مرده باشد یا اینکه جایی باشد که مردی نباشد و همسرش هم نتواند که آن را بشورد فقط او را تیمم میدهند و کفنش میکنند و زنها نماز میخوانند و میت دفن می شود. و همانطور که اگر زنی بین مردها بمیرد و همسرش نباشد و زنی برای شستن نباشد همان کار را نیز با او انجام می دهند. طرز شستن میت این است که میت را بر تخت چوبی می سپس چیزی روی نافش تا زانوهایش میگذارند که او را بپوشاند یا یعنی اینکه از حوله یا پارچه کهنه و امثال آنها استفاده میکند سپس لباسهایش را در می و وقتی که در آوردند شکمش را چند باری فشار می دهند تا اینکه اگر چیزی باقی مانده باشد درآید برای اینکه بعضی وقتها اگر این کار را نکنند بعد از قسل و کفنش با حرکت دادنش از او خارج می شود و سپس بوی بدی از جنازه بیرون می آید. برای همین است که سنت که شکمش را چند بار فشار بدهند تا اینکه چیزی که مانده است درآید و شلنگ آبی یا آفتابه داخل می کند که او را بشوید یک کهنه ای دور دستش میپیچه و نگاه نمی کند بلکه از زیر آن پارچه دستش را داخل می کند که آنجا را بشوید یا اینکه تمیز بشود و هیچ کثیفی نباید باقی بموند سپس بعد از آن وضوعش می دهند مثل وضوع نماز کف دستهایش شسته می شود صورتش شسته می شود بینی و سرش را پاک می کنند و وضوع می دهند دقیقا مثل وضوع نماز بعد از آن سمت راست مگت را کاملا می و سپس سمت چپ را و سپس سرش را با آب میشویند و بعد از آن بدنش را. اینها همه به طور کلی همه اینهایی که گفتیم مختصری هستش از طرز شستن میت چه مرد و چه زن. هنگام غسل میت اهل علم مستحب دانستند که از صدر و کافور استفاده بشود چیزهایی که نبی صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام قسل اصحابش استفاده می کردن. امروز اگر مردم از چیزهای جدیدتری مثل شامپو یا صابون یا امثال آنها استفاده بکنن مشکلی نیست اما اگر آن چیزها را استفاده کردن که همه ی آنها الان به راحتی یافت میشه اگر از آنها استفاده بکنن بدون شک بهتره وقتی مرده شسته شد در غسل آخر عطری بزنن که خوشبو بشه و بیشتر قسمت های سجود را خوشبو کنن مثل شانی بینی کف دست زانوها و پاها را خوشبو کنند و این برای اکرام قسمت های سجود استش و شکی نیست که نماز واجب است برای همین اگر مؤمن به خاطر گناهایش به جهنم داخل شود آتش مواضع سجود را نمی سوزاند نزدیکترین حالی که بنده به خدا داره در حال سجده است سجود و نماز منزلگاه خودش را در درگاه خدای عالمین دارد وقتی که کاملا شستنش را تمام کردند یک پارچه دیگری گذاشته می شود برای اینکه این پارچه اولی خیس شده یک پارچه دیگری گذاشته می شود برای پوشاندن و آن پارچه اولی را بر می دارن و سپس جسد کاملا خشک می شود مرد را با سه تیکه پارچه کفن دفنش می کند پارچه اول را به دور او می پیچند سپس با دومی روی آن و سپس با سومی صورت آن را زن را در پنج قسمت از پارچه کفن می کنند گفتند که یکی از آنها ازار است و دومی ردا و سپس در پنج پارچه پیچیده می شود در سه پارچه که مجموعش پنج تا می شود. بعضی از اهل علم مستحب دانستند که موهای زن بافته شود یا امثال آن. این دلیلی ندارد. اما اگر این کار کردن مشکلی نیست. اگر میت سبیل بلندی داشتش جایز است که آنها را کوتاه کنند. اگر میت موهای زیر بغلش بلند بود جایز است که اصلاح شود. اگر میت دندانهایی از طلا داشت که متحرک باشه و یا اگر دندانش یک دست کامل بود بر می دارن. اما اگر متحرک نبود بلکه دندانی بود که کاشته شده باشد ممکن است در آوردنش سبب ضرری بشود یا سختی و یا امثال آن نباید که به اون دست بزنن باید بگذارن که در همون حال باقی بمونه اگر میت شسته شد نباید کسی در آنجا حضور داشته باشد که به حضورش نیازی نیست اما اگر نیازی بود ایرادی ندارد یعنی مثلا اگر قسلدهنده احتیاج دارد به یک نفر که کمکش کند یا دو نفر این سه نفر فقط میتوانند حاضر شود اما اگر ده نفر حاضر بشوند فرزندانش در حالی که او برهنه است و فقط عورتش پوشیده است نگاهش کنند قطعا میه در زندگیش هم به این راضی نمی شده. پس باید به جنازه احترام گذاشت پس باید به جنازه احترام گذاشت نبی علیه السلام و سلام گفت که شکستن استخوان مسلمانی که مرده است مثل شکستن استخوان فرد زنده است این چیزی است که علیه السلام و سلام فرمود برای همین نباید با این فکر که مگد نمیفهمد با جنازش بازی کرد بلکه باید با آن احترام گذاشت برای همین کسی در جای شستن حاضر نشود مگر اینکه به آنها احتیاج باشد اگر برای اینکه میه جسش بزرگ است به سه یا چهار نفر احتیاج داشتن این کار را می کنند ولی اگر فقط به یکی دو نفر احتیاج داشتن این کار را نمی کنند اما نباید اینطور بشود که پنج یا ده نفر حاضر بشوند و در حالی که شسته می شود به او نگاه کنند این کار صحیح نیستش. کودک را هر کسی جایز است که بشورد. اگر کودک کوچکی بود یعنی عمرش یک سال یا دو سال یا سه سال بودش هم زن جایز است بشورتش و هم مرد او را بشورد بعضی از علما گفتند در مورد کودک سختگیری نیاز نیست ولی صحیح این است که عورتش پوشانده شود. اگر بخواهند میتی را بشورند اما این میت امکان غسلش نباشد مثل مرده ای که سوخته استش. آدمی که سوخته است اگر که آب را به او نزدیک کنند و بشورند پوستش گنده می شود. این را هر جاییش را که توانستند بشویند می شویند. یعنی مثلا اگر فقط میتونستند که ساق پا از زانو به پایین را بشورند آن را میشورند اما بقیهش حالت دیگری دارد که بعدا ذکر میکنم اگر سوختن فقط در دست بود همه ی جسد را میشورند الا دستهایش برای اینکه اگر آب روی آن بگذارند پوستش برمیآید و یا امثال اینها پس اگر میت را نمیشود شست به او تیمم میدهند دستانش را میگیرند و میگویند بسم الله و به خاک پاک میزنند و صورتش و کف دستهایش را دست میکشند و دیگر الان تیمم کرده است یعنی آماده شده برای کفن شدن و نماز و اگر جزئی از او سوخته باشد و جزئی سالم باشد نمیتوانند دستش را بشویند یا پاهایش را بشویند یا امثال آنها جاهایی که میتوانند را میشویند و جاهای دیگرش را تیمم میدهند به نیت پاک شدن آن جاهایی که آب نخورده این متعلق است به شستن این میت طبیعتا همه مردگان شسته میشن حتی کسی که خودکشی کرده حتی آدمی که در حال گناه بمیره یا در حال شراب خوردن یا مصرف مواد مخدر باشه هنوز حق میت مسلمان رو داره که شسته بشه و کفن بشه و نماز خوانده بشه و برایش دعا خوانده بشه و آدم قاتلی که اعدام شده است این هم شسته و کفن میشه و نماز خوانده می شود با او رفتاری می کنند که رفتار شرعی است برای همین نبی علیه السلام و سلام با آنهایی که با حد شرعی سوی خدایشان می رفتند به همان نحوی رفتار میکرد که با اصحابش رفتار می کردند سه ابن حرام که پیش پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم رفت و گفت رسول الله من زنا کردم من را کیفر بده نبی علیه الصلاه و سلام به او اعتنایی نکرد اما او هنوز می گفت رسول الله زنا کردم من را کیفر بده حد شرعی را بر من اجرا کن تا اینکه تا قبل از ملاقات با خدا از گناهم پاک شوم سپس نبی علیه الصلاه و سلام از اصحابش پرسید گفت آیا دیوانه شده است گفتند نه گفت دهان او را بکنید شاید مشروب خورده است گفتن مشروب نخورده است خلاصه نبی علیه الصلات و سلام از او پرسید و این قصه معروف است گفت چه میخواهی؟ گفت میخواهم من را پاک کنی گفت وای بر تو آیا می دانی یعنی چه آن وقت رسول الله ام فرمود و حد شرعی را بر او اجرا کردند سپس وی فوت کرد خداوند از او راضی باشد پیامبر علیه السلام و سلام فرمود او را دیدم که در نهرهای بهشت قوتور میشد و نبی نماز خواند بر آن و دفن شد پس حق میت حتی اگر با حد شرعی و امثال آن به مرگ برسد بر جای میماند و حق میت را خواهد داشت که این شعایر مذهبی را که برای میت مسلم اجرا میشود شود برایش اجرا شود اگر شستن میت تمام شد یعنی غسل شرعی و خوشبویش کردند و بعد از آن به جایی که باید جنازه هم شد جایی که باید برای نماز بخوانند اگر وقت نماز بود مشکلی نیست که آن را بیاورند و بعد از نماز فریزه برایش نماز بخوانند اما اگر وقت نماز نبود مردم را صدا میزنند اگر که مثلا صبح خواستند برایش نماز بخوانند یا اینکه نصف شب یا امثال آنها جایز است که هر وقتی برایش نماز بخوانند نماز میت هر وقتی جایز است ولی مردم امروز عادت کردند که نماز را بعد از سلوات مفروضه بخوانند و آن شاید به خاطر آن است که در غیر از آن وقت اگر بخواهند جمع شوند مردم جمع نمی شون. برای همین در این حال برایش نماز خوانده می شود اگر میت را برای نماز آورند اگر مردم عده بزرگی باشند بهتر است برای همین نبی علیه السلام و سلام در حدیثی فرمود در حدیث صحیح فرمود هیچ مسلمان مرده ای نیست که بر او در حدود صد نفر نماز گذارند و شفاعت نمایند جز اینکه شفاعت ایشان درباره او پذیرفته است همونطور که علیه الصلاه در حدیث دیگر فرمود چهل نفر نماز گذارند اگر این عدد بر آن نماز بخوانند و همه آنها در حال نماز برایش دعا کنند خدایا یا بخشش بنما و رحمت کن و عفش به نما و و خداوند وی را میبخشد این میت را جلو میگذارند و امام تکبیر میکند که الله اکبر تکبیر اول دعای استفتاح را نمیخواند بلکه بلا فاصله با سوره فاتحه شروع میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا که و ایا که نستین احتنا المستقیم سرات اللذین انعمت علیهم غیر المغذوب علیهم ولزالین الله اکبر تکبیر دوم و مردم با او تکبیر می کنند. سپس صلات ابراهیمی خوانده می شود اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم فی العالمین انک حمد المجید این شکل های مختلفی دارد و این یک شکل است مثلا یا امثال آن اما همه آنها جایزن. چون به های مختلفی آمده سپس تکبیر میگوید الله اکبر تکبیر سوم و دعا میکند برای میه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم جازيه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا تا آخر دعا برای میت و برای خودش هم دعا میکند برای او دعا کن و برای خودت هم همینطور زیرا که سنت هست که اگر شخصی برای شخص دیگری دعا کرد برای خود هم دعا کند همانا که خداوند فرمون رقب فلی و الوالدی خداوند من و پدر مدرم را بیامرد طلب مغفرت برای خود را تقدیم کرد بر کسان دیگر به هر حال که برایش دعا کند اگر میگیت تفل بود پیش از که برای خود تف دعا کند برای پدر و مادرش دعا می کند و می گوید الله من و امثال آن طفل می اگر سخت بود یعنی بعضی از آنها مثلا جنی را سخت می کنند در شش ماهگی و سخت می شود و می میرد یا اینکه مرده بود در شکمش قبلا مرده بوده و سخت می شود یا اینکه بعد از زایمان بلا فاصله می میرد این هم شسته می شود و کف می شود و نماز خوانده می شود آن. اما اگر کوچکتر از چهار ماه بود قبل از دمیدن روح یعنی اگر کوچکتر از چهار ماه بود دستورهای شرعی که به بزرگتر متعلق می شود بر آن متعلق نمی شود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت در حدیث ابن مسعود فرمود هر یک از شما در شکم مادر خود چهل روز نطفه است و بعد از آن چهل روز علقه است و بعد از آن چهل روز مزقه است یعنی این چهل و آن چهل و آن چهل مجموع 120 یعنی چهار ماه پس از آن خداوند فرشته‌ای به سوی او میفرستد و او را به چهار کلمه مأمور میسازد و میگوید عمل روزی و مرگ او را و اینکه خوشبخت است یا بدبخت رقم بزن اگر این چهار ماه کامل شد و روح دمیده شد در او سپس مادرش او را سخت کرد شسته می شود و کفن می شود و نماز خوانده می شود اما اگر کوچکتر از چهار ماه بود مثلا زن آن را سخت کند بعد از اینکه جنین دو ماه دو ماه و نیم یا سه ماه سه ماه نیم در رحمش بود و چهار ماه را کامل نکنه در این صورت اگر سختش کند پیشیده می شود و هر جایی دفن می شود برای اینکه تیکه از گوش شمرده می شود و نه اینکه جنینی که روح در آن دمیده شده است همچنین چگونگی نماز جنازه آیا شکل مختلفی دارد؟ آیا جایز است که بیش از چهار تکبیر داشته باشد؟ تکبیری بلند می کند؟ اگر کسی نمازی را بر جنازه از دست بدهد چه باید کرد؟ اینها همه مسائلی هستند که باید مفصل در مورد آنها صحبت شود تا دیدار دیگر بدرو لشه...